هیچ وقت جاده موفقیت سر راست نیست. هیچ وقت. خیلی چیزها رو به ما یاد ندادن. کاش اینها رو همون دوره کودکی به ما یاد میدادن. نه تو این سن و سال که بگردیم دنبال امید، بگردیم دنبال توکل، بگردیم دنبال معنای عزتمندی. هیچ وقت به ما یاد ندادن که اگر کسی میخنده لزوماً بیغم نیست. اگه کسی درس نخونده لزوماً خلخنگ نیست. اگه کسی سیگار میکشه لزوماً افیونی نیست، موادی نیست. به ما یاد ندادن اگر کسی آرایش تند میکنه لزوماً بدکاره نیست. اگه کسی بن سوار میشه لزوماً دوز نیست. اگه کسی سکوت میکنه حتما لال نیست. اگه کسی به دست میده حتما رفیقت نیست. اگه کسی میبوست حتما عاشقت نیست. اگه کسی گریه میکنه حتما افسرده نیست. اگه کسی عیب تو بهت میگه حتما دشمنت نیست. اینا رو به ما یاد ندادن. به ما یاد ندادن اگر کسی دکترا داره حتما متفکر نیست. اگه کسی معلوله لزوماً ناتوان نیست. اگر کسی ساده میپوشه لزوماً عمل نیست. اینا رو به ما یاد ندادن. خیلی چیزها رو به ما یاد ندادن. به ما یاد ندادن که اگر کسی متهمه لزوماً محکوم نیست. اگه کسی فقیره لزوماً گدا نیست. اگه کسی بچه داره حتماً که پدر شایسته یا مادر شایسته باشه نیست. حتماً که پدر نیست. حتماً که مادر نیست. به ما یاد ندادن. به ما یاد ندادن که اگه کسی رئیسه لزوماً که مدیر نیست. مدیر بودن یه معنای دیگه ای داره. گرچه تو کشور ما این معانی همه با هم قاطی شده. اما برای تعریف مدیر باید خیلی بگردیم ببینیم مدیر به کی میگن. میگن یه زمانی میگن یه فردی رفته بود این پرنده فروشا پرنده بخره، بعد دید این توتیا یکی 200,000 تومان، یکی 300 تومان، یکی 100 تومان، یکی 400 تومان، یکی 500 تومان. دید یه توتی 3,000,000 تومان قیمتش. پرسید این چه کار میکنه؟ گفتن حقیقتا این توتی میخونه، مطلب رو میخونه. شما مطلب رو بنویسی این خوندن بلده، خود نوشته رو میخونه، خیلی روش کار شده. خیلی براش جالب بود. بعد گفتن این که چیزی نیست، توتی داریم 8,000,000. گفت این چه کار میکنه؟ گفتن این هم علاوه بر این که میخونه رو کیبورد قرارش بدی تایپ میکنه خودش، یعنی هم میخونه هم تایپ میکنه، کلن خوندن نوشتن بلد. گفتن این که چیزی نیست، او 30,000,000. گفت این چه کار میکنه؟ گفتن والا حقیقتش ما هیچ کاری ارزه ای چیزی ازش ندیدیم، ولی این دوتا بهش میگن مدیر، قیمتش بالاست.